صبحتون بخیر بچه. این دختر فضول دهن من رو سرویس کرده. الان اومدم تو کمد جوراب بردارم، بعد مثل یک اسب میپره بالا و اذیتمون میکنه. عزیز دلم بیا اینجا. دختر جان تو دهن ما رو سرویس کردی، بابات رفته اینجا یه دونه جوراب برداره. خب تو بعد بری تو کمد لباسه، تو جورابای بابات، تو تیشرتای بابات. فضولی نکن عزیز دلم، دختر خوبی باش، بیا برو برای خودت زندگی کن. معمولا صبح که بیدار میشم قبل از هر چیزی کافی میخورم. بیا اینه استوری 90% دخترها صبح همینجوری شده. اگه نوبتی هم باشه، نوبت یه دوره صبوره خوشمزه است. این هفته من تو هفته ای که من سر کار نمیرم، یعنی مرخصی گرفتم، ولی مجبور شدم صبح زود بیدار بشم. هوام هنوز روشن نشده، ساعت 7 صبح. این وقت صبح ترافیکه، همه میخوان برن سر کار، اما متاسفانه ترافیکه. فکر کنم بدترین موارد رانندگی توی آلمان اینه که صبح زود و طرفای ساعت 4-5 است، یعنی وقتایی که همه میرن سر کار و وقتایی که همه دارن برمیگردن خونه، همه جا ترافیکه. این بده بچه بینی تو ترافیک چی پیدا کردم؟ این از این ماشین هاست که باش زندانی این ورون بر میبرن. یه داره من تو فیلم ها دیده بودم، خیلی خفنه. خدا میدونه حالا چند تا زندانی داخلش. بچه ها ماشین رو وسط چهارا پارک کردم، هیچ جای دیگه نبود و چهاری دیگه نداشتم. بعد امیدوارم که پلیس نیاد دهنم از سرویس. مرحبا، این مال منم بودم تو میست. آره ده بر رزمونم اومد بچه ها، بریم بزنیم به بدن و شاد بشیم. اول سال دلیل این که من امروز صبح زود بلند شدم اینه که ماشین من ایراد داره. روزی که رفتم ماشینمو آوردم بهتونم گفتم که درش درست بسته نمیشه و واسه همین من ماه قبل رفتم پیش نمایندگی تسلا و نمایندگی تسلا اومد درمو درستش کرد، یعنی الان درست بسته میشه. ولی یه مشکلی داره، مشکلش هم اینه که نگاه کنید شبیه ماشین تصادفی شده. مثل این میمونه که ماشین تصادف کرده و اومدن و صافکاریش کردن. من اگه دقت کنید این سمتش خیلی بهتره و صافه. پیش نمایندگی تسلا که رفته بودم لامصب اینا اومدن درو یکم آوردن سمت بیرون که درست بسته بشه، ولی خب از اون طرف هم دیگه ماشین شبیه ماشین تصادفی شده. واسه همین آدرس یه صافکار بهم دادن، با خود شرکت تسلا کار میکنن و الان قراره که بریم اونجا ماشین رو تعویضشون بدم که بیانو درستش کنن. الان که دارم میرم پیش صافکار، صندوق عقبش هم درست نیست. ببینید اینجا را، این خیلی اومده سمت پایین و صندوق عقبش یه مقدار کجره. ببینید آدم یاد شرکت ایران خودرو میفته لامصب. ماشین میخری بعد دو روز چه میدونم گریه جلوش میفته. این قضیه بود که منو خیلی ناامید کرد نسبت به تسلا، چون که شما الان که نمایندگی مرسدس بنز یا بی ام و یا آودی ماشین بخرید واقعا همه چیش پرفکته و هیچ ایرادی نداره. تسلا متاسفانه اینجوریه که مثلا نمیدونم یه ماشین میخری ایراد داره و بعد وقت گارانتی بگیری و بری درستش کنی. قشنگ 44 کیلومتر باید برم و 40 دقیقه تورام. بخوایم حساب کنیم تقریبا امروز 2 تا 3 ساعت I'm just tired of throwing rocks into your balcony. Should've known that this would only end in tragedy. Yeah, I don't have words for the things you did to me. خب بچه ها بالاخره رسیدیم، ولی فکر نکنم اینجا بذارم ویدیو بگیرم. اینم از مارکش تسلا بادی شاپ، ببینیم که چیکار میکنن. فقط امیدوارم که یه ماشین بهم بدن، چون که الان بعد ماشین اونجا بذارم دو روز دیگه بیام دنبال. خب بچه ها ماشینم رفتیم و تحویل دادیم و پس فردا میریم دنبالش. همه چیزم هم دیدن، در سمت شاگرد، در راننده، صندوق عقب، همه چیزو گفتم برام اوکی میکنن و موقتا هم بچه ها یه دونه فیات بهم دادن. الان اگه نمایندگی بی ام وی یا مرسدس یا آودی بود 100% یه ماشین بهمون میدادن که در حد الان اون ماشینی بود که آدم داره واسه تعمیر. مثلا یه مرسدس اس کلاس داشته باشی حداقل یه دونه ای کلاس بهت میدادن. آقا اینم از داخل ماشین شبیه کامیون میمونه، حتی این کنسول وسط هم نداره و بعدش هم اینه که ماشین دنده‌ایه. منم خیلی وقتی که دنده‌ای سوار نشدم. بریم درست تیک کنیم با این ماشین و ببینیم که پس فردا که میرم دنبال ماشینم چجوریه، همین کارا رو انجام بدم. گاز آخرش الان سر 20 تا بیشتر نمیره. واو چرا هم صداش بلند شد؟ بهترم آروم بریم. گود مورنینگ گود مورنینگ. بالاخره این دو روزم تموم شد و هر کی بریم ماشین رو بیاریم. بلا خلافظی کن، میرم میام دخترم عزیزم. به خدا تا 2 ساعت دیگه میام. دست بده، قهر نکن. بریم گم شیم. بیا دیگه با سنت نده سمتون. دست بده. دست بده دیگه. ای دختر بی تربیت. این گرمه دهن منو سرویس کرده، اصلا آرومش نذاشته برام تو رو. هوای سردیه. نانی 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 ادبا میزنه
یه مشکلی برام پیش اومد. وارد اتوبانک شدم، یه گاز کوچیک دادم، بعد گوشیم از اینجا افتاد پایین و این بالا شکست. یه ترک خوشگل برداشت. فکر کنم خاموش باشه معلومه. به به. برای ویدیو میخوام بگیرم که برای این ویدیو یه دونه مایکروفر نیاز داشتم و یه دونه مایکروفر پیدا کردیم که خرابه ولی خب تمیزه، یعنی از لحاظ ظاهری اوکیه و به درد کارمون میخوره. فر نیم ساعت از وقت منو گرفت از این ور شهر رفتم اون ور شهر تا یه دونه مایکروفر بیارم، ولی این ویدیویی که میخوام بگیرم خیلی بمب میشه. بچه ماشین رو همین الان تعویق گرفتم و یه مشکلی که ما الان داریم اینه که شبه، درست نمیشه فیلم گرفت و داره برف میاد. توی برلین داشت یه ذره برف میومد ولی اینجا همه جا سفید شده. چقدر من خوشحالم که دوباره توی ماشین خودم نشستم، حس خوبی بادم دست میده. بریم ماشین رو یه جای نورانی بذاریم که بتونم از بیرون قشنگ فیلم بگیرم، ببینیم که تسلا چیکار کرده. یس. یه ویدیو دیگه هم میخوام بگیرم که میخوام کلی ترقه رو توی ماشین لباسشویی بندازم و ببینم که چه اتفاقی میفته. واسه همین ما یه ماشین لباسشویی نیاز داریم که توی اینترنت من یه نفر پیدا کردم که ماشین لباسش خراب شده بود، واسه همین رفتم و آوردمش ولی دهنم سرویس شد. از طرفی دوم بیزور آوردمش پایین و الان باید از اینجا بکشمش اون سمت ماشین. تمام این سکانسی که شما الان دیدید همش تقریبا دمت بود، واقعا دهنم سرویس شد. تا الان یه ماشین لباسشی به این سنگینی ندیدم. بچه هم مشکل دوم داره ازش آب میریزه. دهن ماشین هم سرویس کرد، صندوق هم خیس شد و پتو اینا نداشتم بذارم زیرش. تمام این زحمات فقط واسه یه ویدیوه، فقط واسه یه ویدیو. بالاخره موفق شدم. لباسشویی تو ماشینه. ولی خب دهنم سرویس شد. نفسم گرفت. انگشتام، دستام، هر جام درد می‌کنه. واقعا خیلی لباسشویی سنگین و عوضی بود و ماشینم سرویس کرد. ماشینم خیس کرد. فرش سرتون. به جاش ویدیوی خیلی خفن میاد بیرون. همونجور که بهتون گفتم ماشین امروز تحویل گرفتم و خودتون ببینید خیلی قشنگ و زیبا اینو درستش کردن و الان اگه دقت کنید این قسمت کاملا صافه و همه چیش اوکیه، ولی این قسمتش یه ذره هنوز ایراد داره. ولی خب بنده خدا طرفی هم که اومد اینو برای من درست کرد خودش هم برام توضیح داد، گفتش که واقعا درت ایراد داره اگر که مثلا اینو بیشتر بده. آره گفتش که اگه اینو مثلا بیشتر بره داخل اینجا میره داخل و واسه همین اینو تنظیم کرد. اینم گفتش که زیاد مهم نیست ولی در خیلی راحت‌تر باز و بسته میشه دیگه. صندوق عقب هم تا جایی که تونست اوکی کرد، ولی خب بازم 100% اوکی نیست، یعنی پرفکت نیست ولی خیلی بهتر از قبله، مخصوصا اینجاش خیلی خوبه. سرجم میشه گفت من راضیم، سرویسشون عالی بود، حتی ماشینو شارژم کردن تا 70%، حتی داخل ماشینو تمیز کردن، این قسمتای ماشینو پولیش زدن برام. اینا هم درست وظیفه‌شون نبود ولی خب انجام دادن، یعنی دمشون گرم. راستی بچه این رینگ هم من هفته قبل زده بودم و این قسمتش کاملا آسیب دیده بود، اینم دادم درستش کردم که تقریبا 220 یورو با هم در اومد. ولی خب چون که تقصیر من بود بعد از اینا رو خودم پرداخت میکردم و 220 یورو ضرر کرده. ولی در کل میشه گفت که سرویس و گارانتی و همیشهشون عالی بود، فقط اون ماشینی که بهم دادن برای تو روز زیاد جالب نبود. وای حال من داره تون تون میزنه. الان نزدیک بود اتوپایلوت تسلا منو بکشتن بده. با سرعت 130 تا داشتم میرفتم. تا تقصیر خودم هم بود چون سرم تو گوشی بود. داشتم یکی از ویدیوهایی که الان گرفتم و کنترل میکردم. بعد یو جلومون داشتن خیابونو میساختن. خب دیدید که خیابونو بستن و این لاینی که داشتم میرفتم و بسته بودن و منم حواسم نبود. اتوپایلوت هم نفهمید که جریان چیه و داشت با سرعت 130 تا میرفت اون لاینی که بستن. ولی واقعا خیلی بد بود، خیلی استرس داشت. همیشه آدم باید حواسش باشه مخصوصا وقتی که رانندگی میکنه، حتی با اتوپایلوت و اینجور چیزا هم هیچ اعتمادی نیست. بچه بعد از این ولاگ واقعا دهن من سرویس شد. بچه الان تقریبا یک هفته است که سرما خوردم و خونم روز اول که اصلا نفسم بالا نمی اومد، اصلا نمیتونستم نفس بکشم، مجبور شدم زنگ بزنم آمبولانس بیاد. بعد تب خیلی شدید داشتم، تبم تقریبا 39 درجه و 4 بود و بعد دو روز تبم افتاد، همه چیز اوکی شد ولی از دیروز تا الان دوباره
اینجا هم کاملا گرفته شده، احساس میکنم که میگرن دارم، سرم خیلی درد میکنه، صدام که دیگه فکر کنم میشنوید که چقدر تغییر کرده. بعد زنگ زدم آمبولانس، اینا تلفن رو جواب میدن، میگن خب مشکل چیه؟ میگم من نفسم بالا نمیاد، نمیتونم نفس بکشم، احساس خفگی دارم، هر لحظه احساس میکنم الان میافتم زمین و دیگه بلند نمیشم، سرم هم بسیار بسیار درده و تبم هم شدیده. بعد میگن خب مشکل دیگه هم داری؟ میگم نه مشکل دیگه ای ندارم، همینه، ولی خب میشه لطفا بیاین؟ بعد پای تلفن میگه آخه مشکلت خیلی ضروری نیست که، خوب میشی. بعد میگم بابا نفسم بالا نمیاد چوری خوب میشم، بعد چیکار کنم دیگه؟ میگه نه تو آمبولانس بعد زنگ بزنی وقتی که جونت در خطره. میگم بابا نفسم بالا نمیاد، مگه جونم الان در خطر نیست؟ پس من کی زنگ آمبولانس بزنم؟ خلاصه قبول نکردن در سرویس و یه دکتر به من زنگ زد بعد از نیم ساعت. دکتر باید تایید میکرد که من نفسم بالا نمیاد و بعد از اینکه دکتر تایید کرد تازه بعدش آمبولانس اومد. این بده بچه ها، من ماهی 700 یورو دارم پول بیمه میدم و در سال شاید یه بار یا دو بار مریض میشم، دوبار میرم پیش دکتر، چه میدونم دو تا استامینوفن میگیرم. بعد زنگ زدم با آمبولانس، من توقع داشتم اینا الان میان دست منو میبوسن، تخت میارن، ماساژ کمر میدن، سه تا دکتر میاد بالا سرم، ولی نه، زنگ زدم اصلا نمیخواستن بیان. حالا اینو بگذاریم، آمبولانس که اومده اینجا نشسته روبروم، خب حالت چطوره؟ میگم خب حالم بده دیگه، پای تلفنم براتون توضیح دادم، نفسم بالا نمیاد، سرگیجی دارم، این دارم، اون دارم، اینا که چیزی نیستن. بهش میگم بابا نفسم بالا نمیاد، یه غذا اومدم یه لقمه بخورم تو گلوم گیر کرد، نمیتونستم سرفه کنم، نزدیک بود خفه بشم. آی که چیزی نیست، خوب میشی. و گفتم باشه الان چیکار باید بکنم؟ میگه خب استراحت کن. بهش میگم خب تبمو نمیخوای الان اندازه بگیرید؟ میگه باشه الان میگیرم. بعد رفتن دستگاه رو آوردن، چه میدونم تبمو گرفتن، فشار خونمو گرفتن. بعد گفت باشه الان باید خیلی استراحت کنی فلان و بهمان، اگه میخوای میتونی همراهمون بیای بیمارستان، ولی تا فردا صبح معطل میشی. تو خب خیلی ممنون وقتی که میگم بیمارستان تا فردا صبح معطل میشم، چرا باید بیام؟ تو خونه میمونم، فردا صبح میرم پیش دکتر. و یه دونه دارو هم نداشتن که بهم بدن. خلاص این هم از این، برم چایمو بخورم و امیدوارم که حالم خوب بشه. تمام این زحمتا رو بچه من فقط واسه ضبط یه دونه ویدیو گرفتم. شاید بعضیتون فکر کنید که مثلا ولاگ گرفتن خیلی آسونه، ولی اینجوری نیست بچه. الان یک هفته از من مریضم، فکر کنم تا 4-5 روز آینده هیچ ویدیویی نتونم بگیرم. ولی اگه اون روز من یه دونه ریاکشن می‌خواستم بگیرم، 20 دقیقه می‌رفتم تو اتاق ریاکشن رو می‌گرفتم، میومدم بیرون و هیچ کدوم از این داستانا رو نداشتم.